سرخط خبرها، تحلیل احمد سعیدی در مورد نشست رهبران سیاسی در ترکیه، واکنش نیکلسون در مورد انحلال نهادهای کلیدی توسط طالبان، طالبان در تخار مردم ملکی را دوباره تیرباران کردند، اما چرا؟ آغاز عملیات در تاجیکستان در نزدیکی مرز با افغانستان، آمادگی حمله بالای ایران توسط آمریکا و اسرائیل نهایی شد. سلام با سرویس اطلاع رسانی اینفو تیوی خوش آمدید. لطفاً چینل را سابسکرایب کنید. نیکلسون تازه گفته است که انحلال نهادهای کلیدی از سوی طالبان پیام نگران کننده در مورد حقوق بشر دارد. با دنبال انحلال نهادهای چون کمیسیون حقوق بشر، شورای ملی و چهار نهاد دیگر از سوی طالبان، نماینده اتحادیه اروپا برای افغانستان در مورد این اقدام ابراز نگرانی کرده است. توماس نیکلسون، نماینده ویژه اتحادیه اروپا برای افغانستان، روز چهارشنبه گفته است که تصمیم به انحلال نهادهای کلیدی در افغانستان از سوی طالبان پیام نگران کننده ای در مورد گفتگوی حقوق بشر و آشتی ملی ارسال می کند. او گفته است که همه این نهادها برای مردم افغانستان پس از دهها درگیری و جنگ بسیار میاد است. این واکنش در پی انحلال شش نهاد کلیدی از جمله کمیسیون حقوق بشر و شورای ملی از سوی طالبان مطرح شده است. خبر بعدی، طالبان وحشیانه 3 تن را هنگام درو گندم در تخار تیرباران کردند. منابع محلی در ولایت تخار میگویند که طالبان 3 نیروی خیزش مردمی حکومت پیشین را در ولسوالی خواجه‌غار این ولایت تیرباران کردند. منابع روز چهارشنبه 28 سور و روزنامه 8 صبح میگویند که این رویداد شب گذشته در منطقه هزارباغ ولسوالی خواجه‌غار رخ داده است. با گفته منابع، این 3 تن عوضخان، عبدالقاسم و حیاتالله نام داشتند و فعلا رابطه با هیچ گروهی نداشتند. مسئولان محلی طالبان در ولایت تخار در این مورد چیزی نمیگویند. خبر بعدی، تاجیکستان دوباره عملیات نظامی را در نزدیکی مرز با افغانستان این بار جدی برگزار کرد. وزارت داخل تاجیکستان اعلام کرده است که عملیات نظامی را به هدف مقابله با تروریسم در مرزهای مشترک با افغانستان و چین آغاز کرده است. خبرگزاری رویترز نیز گزارش کردند که این عملیات در ولایت گورنوی بدخشان در نزدیکی مرز تاجیکستان با افغانستان و چین راه اندازی شده است. این عملیات در پی درگیری های اخیر بین معترضان و نیروهای امنیتی تاجیکستان در مرکز ولایت بدخشان تاجیکستان صورت میگیرد. در این درگیری دست کم یک معترض کشته شد و شماری از نظامیان تاجیک نیز زخمی شدند. روز گذشته وزارت داخل تاجیکستان در خبرنامه گفته بود که یک گروهی از جوانان ناآگاه با هدف خلل در امنیت جمعی و ساختمان دادگاه ولایت بدخشان حمله مسلحانه کردند. اکنون می‌پردازیم به اصل موضوعات. تحلیل احمد سعیدی، یگانه تحلیلگر دقیق افغانستان در مورد نشست‌های اخیر سیاسون در ترکیه. با عرض سلام و ادب، فشرده فیصل نشست انقره که یک تعداد از رهبران سیاسی که شب گذشته در خانه مارشال عبدالرشید دوستم جلسه نمودند قرار زل می باشد. همه نیروهای مخالف طالبان باید زیر یک چتر جمع شوند. نام این چتر شورای مقاومت ملی برای نجات افغانستان انتخاب شد. مخالفت، مبارزه و مقاومت علیه طالبان یک هدف و امر سراسری میهنی است. بنابراین نباید آن را به یک قوم، یک محل و یا ولایت خلاصه کرد. ما نمیتوانیم طالبان را کاملا محو کنیم و نادیده بگیریم. باید حیات ما با طالبان، با جامعه جهانی، با دولت‌های منطقه گفتگو کنند. تاکید بیشتر بر امر و راه حل سیاسی، اما مبارزه مسلحانه نباید نادیده گرفته شود. بال نظامی ضرور است، چون طالبان بدون فشار نظامی به صلح حاضر نمی‌شوند. درباره و شکلگیری حکومت نظام، قبل از پیروزی و گرفتن کابل باید به توافق برسیم و نباید اشتباهات گذشته تکرار شود. از تیم غنی به عنوان خائن و غدار نام برده شود و دار دسته غنی در برابر مردم ما پاسخگو و جوابدهی باشند. دولت باید غیر متمرکز و پارلمانی باشد و زونها، ایالتها و ولایتها انتخاباتی شوند و در ساختار اداری کشور تجدید نظر صورت گیرد. مبارزه برای آزادی کشور مسئولیت همه است و برای گسترش این رسالت زمینه قیام عمومی جهت آزادی کشور مساعد گردد. حرکت های داخلی علیه طالبان خود جوش بوده و کسی در پی مصادره آن نباشد.
جریان جبهه مقاومت مربوط به احمد مسعود به شورای مقاومت برای نجات افغانستان می پیوندد و این شورا تا هنوز رهبر ندارد. رهبری شورا دوره‌ای بوده و کسی نمی تواند دو دوره پیهم نامزد سمت رهبری شود. نظام پارلمانی فدرال در منشور شورای مقاومت درج شود. کمیته های دهگانه ذیل شورا ایجاد شود. گرفته شده از برگه رسمی احمد سعیدی. خبر بعدی، همزمان با توقف مذاکرات وین، تلویزیون دولتی کان اسرائیل گزارش داده است که مذاکرات هسته‌ای با جمهوری اسلامی در وین و بن‌بست رسیده است و ارتش اسرائیل تدارکات خود را برای ضربه زدن به جمهوری اسلامی تشدید کرده است. همچنین بر اساس گزارش کانال 13 اسرائیل، هواپیماهای سوخت رسان آمریکا هم در این رزمایش حضور خواهند داشت. در این گزارش آمده است که ارتش اسرائیل در حال حاضر برنامه های متعدد برای حمله به ایران دارد، اما مقامات ارشد تخمین می‌زنند که ارتش حداقل به یک سال برای تکمیل مقدمات یک طرح حمله اولیه و زمان بیشتر برای یک طرح بهتر نیاز دارد. در این گزارش همچنین آمده است که ارتش اسرائیل قصد دارد در چارچوب رزمایش نظامی موسوم به ماشین‌های آتشین که هفته گذشته راه اندازی شد، رزمایش هوایی شبه‌سازی حمله شدید به ایران انجام می‌دهد. در همین حال، تایمز اسرائیل نوشته است که اواخر ماه جاری میلادی نیروهای هوایی اسرائیل برای اولین بار مانور گسترده حمله به ایران را در رزمایش با عنوان ارابه‌های مرگ برگزار خواهد کرد. این رسانه‌های اسرائیلی نوشته است که ارتش اسرائیل با استفاده از هوش مصنوعی لیست اهداف جنگی خود را تکمیل می‌کند. مانور حمله به تاسیسات هسته‌ای ایران بر فراز دریای مدیترانه و در چهارمین و آخرین هفته از تمرینات یک ماهه صورت خواهد گرفت که از 29 ماه می آغاز خواهد شد. همچنین بر اساس گزارش کانال 13 اسرائیل، هواپیماهای سوخت‌رسان آمریکا هم در این رزمایش حضور خواهند داشت.